بهداشت روان. با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز بنیاد آینه، خوشحالم که این هفته هم در کنار شما عزیزان هستم. من دکتر عباس آزادی هستم و از تورنتو این برنامه ای رو آماده میکنیم، یک برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های بهداشت روان. عزیزان میدونن که ما در چند هفته گذشته در مورد یکی از بیماری های جدی، شاید جدیترین بیماری روحی روانی، در مورد اسکیزوفرنیا صحبت میکردیم و این هفته هم این بحث رو گفتگو رو ادامه خواهیم داد. عزیزانی که با ما هستن خانم دکتر امیتیس توکلی، روان پزشک هستن که الان در ونکوور تشریف دارن، و همکار همشدی من دکتر حسین عبداللهی ثانی. عزیزان خوشحالم که در کنار شما هستم. سلام علیکی با بینندگان و شنوندگان داشته باشید تا برنامه رو شروع کنم. بفرمایید. درود بر شما و همه یاران آینه در سرتاسر این کره خاکی، و ممنون از این که نشستیم پای برنامه ما. و من میدونم حال شما هم مثل حال ما خوب نیست، به امید روزهای بهتر. من هم خدمت شما و بیننده‌های عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم. خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردم چند هفته گذشته در مورد بیماری اسکیزوفرنیا یا شیزوفرنیا صحبت داشتیم، جنبه‌های مختلف این بیماری رو بررسی کردیم، در مورد علائم و تاثیرات منفی این بیماری روی زندگی بیمارها صحبت کردیم، در مورد تاریخچه بیماری صحبت کردیم، به هر حال جنبه‌های مختلف رو بررسی کردیم. فکر کنم که الان وقتشه که در مورد این صحبت کنیم که وقتی فردی دچار این بیماری میشه و برای اولین بار مراجعه میکنه به پزشکش، چه کار باید بکنه، برخورد خانواده باید چی باشه و کارهایی که باید صورت بگیره چی باید باشه. من دکتر از شما شروع کنیم و سوال من در واقع همینه که وقتی که فرد برای اولین بار میاد چه کارهایی باید صورت بگیره که ما بخوایم این پروسه درمانی رو شروع بکنیم. قدم های اولیه رو یه مقداری برای ما باز کنید که خانواده هایی که بچه هاشون دچار این بیماری میشن یا خود افرادی که این بیماری رو دارن بدونن که چه مراحلی و چه مراحلی باید طی بشه و چه قدم هایی باید برداشته بشه. این ممنون. خب مهمترین چیز اینه که ما تشخیص بدیم که این بیماری های وجود داره یا نه، و ما همیشه میگیم که تشخیص ما بالینی هستش. از وقت ممکن از این سری پرسشنامه ها هم استفاده بشه، ولی اینا بیشتر یه جنبه کمکی دارن. بعضی وقتا ما احساس نیاز میکنیم که از آزمایش هایی یا نوار مغز بگیریم، عکس مغز ممکن باشه بگیریم، ولی اینا بازم میگم اینا همه جنبه تکمیلی ممکنه داشته باشه بنا به صلاح دیدی که پزشک در اون موقع مد نظرش هست. اینکه حالا سایکوز اولیه باشه، بسته به سن بیمار، بسته به شرایط فیزیکی و بیماری های همراه. در نهایت تشخیص یک تشخیص بالینی هستش. خیلی وقت ما نیاز داریم که حتما یک همراه یه بیمار داشته باشه، برای اینکه سابقه بالینی، سابقه روانپزشکی هم خیلی مهم هستش. در نهایت اگر که پزشک به تشخیص برسه که بیماری اسکیزوفرنیا وجود داره، بنا بر شدت بیماری و حالا شرایطی که بیمار در اون وجود داره در اون زمان، بعد تصمیم بگیره که آیا به صورت درمان سرپایی، در صورتی که بیمار در منزل خودش داره زندگی میکنه، میتونه درمان رو ادامه بده، یا بیمار بستگی به نیاز به درمان بستری داره یا نه. این یکی از تصمیمای اصلی هستش که باید بگیره. دوم این که آیا نیاز به درمان دارویی هست یا نه. در بعضی از بیماری های روان پزشکی مثل مثلا افسردگی یا استراب، ما گزینه های دیگری هم داریم به صورت پررنگ مثل روان درمانی، ولی برای اسکیزوفرنیا معمولا اونها بیشتر حالات درمان کمکی دارن و درمان اصلی ما درمان دارویی هستش. بنابراین معمولا درمان دارویی در نظر گرفته میشه و بیشتر فکری که هست اینه که آیا درمان باید بستری صورت بگیره یا نیاز به بستری حاد وجود نداره. خیلی ممنون کامپیوتر. فقط برای اینکه مطمئن بشم که این مشخص، وقتی شما میگید تشخیص بالینیه، منظورتون اینه که
اصل کار تشخیص رو از طریق مصاحبه‌ای که با بیمار می‌کنیم یا تاریخچه‌ای که از خانواده بیمار می‌گیریم، در واقع تو این قسمت ما اون تشخیص بیماری رو میدیم. فرمودید که خب احتیاج هست که کار لب تست خون انجام بشه، یا اگر عکسی باید بگیریم عکس مغز باید گرفته بشه، MRI یا CT اسکن باید گرفته بشه، ولی اونها بیشتر وظیفه‌شون تا اونجایی که من میدونم اینه که مطمئن بشیم که بیماری دیگه ای نیست، مسئله دیگه ای نیست. مثلا تومور مغزی اگر هست خب عکس ممکنه نشون بده، یا اگر فرد مواد مخدری مصرف کرده خب اون تست خون ممکنه اینو نشون بده که آیا این عوارضی که ایجاد شده تحت تاثیر ماده مخدره یا واقعا نه. ولی اگر همه این تست‌ها منفی بود، تست خون منفی بود، عکسی گرفتیم منفی بود، سایر آزمایش‌های فیزیکی کردیم منفی بود، در واقع اون تاریخچه بیماره که تعیین کننده است که آیا این بیماری اسکیزوفرنیا هست یا نه. درسته این بله شما؟ و من یه نکته هم که می‌خواستم اضافه بکنم اینکه این تشخیصی هستش که باید توسط روانپزشک گذاشته بشه، یعنی چون تشخیصی هستش تخصصی هست و تشخیص سنگینی هستش، حتما یک روانپزشک باید مراجعه بیمار بررسی بکنه. خیلی ممنون خانم دکتر. دکتر ثانی عزیز، خانم دکتر اشاره کردن به مسئله بیمارستان و نقشی که بستری شدن میتونه داشته باشه. در مورد نقش بیمارستان، در مورد نقش بستری شدن در این مرحله بیماری و در این مرحله درمان برای ما بگید. آیا واقعا ضروریه که فرد بستری بشه یا بیشتر افراد بستری میشن نمیشن؟ در مورد این مسئله صحبت بکنید و یه مقدار این مسئله رو برای بینندگان عزیز ما باز کنید. بفرمایید. مرسی عباس جان. بیمارستان را اگه در ارتباط شد با بیماری اسکیزوفرنیا در نظر بگیریم که ما توی جلسات گذشته یه مقدار صحبت کردیم، یه تاریخچه ای داره و ابتدا بیمارستان در قرن 19 هم در واقع احداث شده بود برای اینکه بیماران اسکیزوفرنیا رو در اونجا نگه دارن و در واقع معتقد بودن که اینا خطرناکن، آسیبی به خانواده ها و جامعه نرسه. و بعداً این بیمارستان تبدیل شد به اینکه خب شد مرکز درمانی در قرن 20 و پزشکان اونجا رو اداره می‌کردن، شروع کردن به اقدامات درمانی. و بعد مرحله بعدی، اتفاق بعدی که افتاد این بود که بیمارستان روانپزشکی رو اومدن گفتن جمع بکنی برای اینکه اینها از بقیه بیماران جدا هستن. و منطق این بود که بیماری جسمانی با بیماری روانی تفاوتی نمی‌کنه. و این رو از اواسط قرن 20 مطرح شد و در بسیار جاهای ایجاد انجام شد به اسم دینستیچوالیزیشن، در واقع گفتن انستیتو زدایی. و بعد بیمارستان ها رو در واقع در هم ادغام کردن در خیلی از کشورها، یعنی همونجور که ما بخش قلب داشتیم، بخش ریه داشتیم و بخش روانپزشکی هم داشتیم که خیلی جاها مرسوم، هرچند توی تورنتو ما هنوز بیمارستان کمیج رو داریم که بیمارستان صرفاً روان پزشکیه، ولی خیلی جای این تغییر کرده با اون ایده که نباید این جدا نگه داشتن اینجا مفهوم در واقع تبعیض آمیز داره. ولی اگر یه بیمار اسکیزوفرنیا رو در نظر بگیریم، تشخیص بیماری اسکیزوفرنیا همونجوری که خانم دکتر به خوبی گفتن خیلی آسون نیست، یعنی علائمی که باش مراجعه میکنه خیلی پیچیده است و نیاز به بررسی داره، نیاز به اسسمنت داره تا یک روانپزشک بتونه تشخیص بذاره. و خب کرایتریا داره، اون کرایتریا باید انطباق داشته باشه با تاریخچه بیماری و با علائمی که بیماری داره. و وقتی که این تشخیص گذاری میشه، در واقع خب یک تشخیص دراز مدت به راحتی هم نمیشه اینو برداشت. و بعد تبعاتش یه سری مسائل از جمله ممکنه بعضی وقت حتی بعضی از حقوق قانونی بیمار ازش گرفته بشه، از جمله اینکه حالا بستری شدن یا نشدنی که خود بیمار بتونه تصمیم بگیره یا نگیره. پس یک دلیل اینکه بیمارا بستری میشن اینه که برای اسسمنته، چون به راحتی توی مطب با یک ساعت حتی مصاحبه که روانپزشک میکنه خیلی از بیمارا قابل بررسی نیستن. دیگر دلیلی که بیمارستان لازمه و بیمارای اسکیزوفرنیا توش بستری میشن زمانیه که مرحله حاد بیماریه و اینها
علائم خیلی شدیدی دارن، آگاهی نسبت به بیماریشون ندارن و به این دلیل هم همکاری نمیکنن. خانواده ها یا افرادی که باشون زندگی میکنن نمیتونن ازشون مراقبت کنن، خودشون هم نمیتونن مراقبت کنن، و برای در واقع امنیت جانی و برای حفاظت بیمار اینا رو یه مدتی تو بیمارستان بستری میکنن تا بتونن این علائم رو مقداری کاهش بدن و اگر بیمار بیرون از بیمارستان باشه بتونه از خودش مراقبت کنه. و یک دلیل دیگه‌ای که اکثر بیماران نیاز به بیمارستان پیدا میکنن اینه که بعضی از داروها هستن که به راحتی نمیشه در کلینیک به صورت سرپایه اینا رو تجویز کرد، مخصوصا داروهایی که بار اول تجویز میشن علائم عوارضی دارن که این عوارض باید تحت نظر دکتر و پرستار توی بیمارستان باشه و بتونن عوارض این داروها رو کنترل کنن، و حتی بعضی از داروها عوارض خونی دارن که باید توی بیمارستان مرتبا آزمایشاتی انجام بگیره که این عوارض خونی رو در واقع بتونن پیشگیری کنن. پس مجموعاً میشه گفت که یک بیمار اسکیزوفرنیا معمولاً گزارش به بیمارستان میفته به دلایلی که من ذکر کردم، منتها خب باز یک تغییری که توی درمان اتفاق افتاده، سعی کردن کشورا هم به دلیل هزینه بالای بیمارستانهای روان‌پزشکی و هم به دلیل اینکه اون حالت تبعیض ایجاد میشه، درمان بیماران رو ببرن به سمت در واقع کامیونیتی بیس، یعنی درمان اجتماعی در دل جامعه این اتفاق بیفته و اینها تو بیمارستان به صورت در واقع جای بسته نباشن، که توی قسمت‌های بعدی راجع به اون برنامه هم من صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون حسین جان. یک آماری توی ذهن من اومد که توی دهه 1980 به طور متوسط اکثر کسانی که بیماری اسکیزوفرنیا داشتن و بیمارستان بستری می شدن تقریبا نصف سال رو بستری بودن، یعنی به طور متوسط 124 روز در سال که حالا یک سوم سال شاید یکم بیشتر باشه در بیمارستان بستری بودن. این آمار 1980. در 1990 توی دهه 1990 این تعداد روزهای بستری شدن به 64 روز در سال رسید و الان توی اکثر شهرها و کشورهای غربی که ما میبینیم طول بستری شدن به کمتر از 20 روز رسیده. من خودم توی بیمارستان کمیشون که مطرح کردی، من اونجا تو بخش بحران در واقع کار میکردم و طول مدتی که توی بخش ما مریضا رو ما نگر میداشتیم حدود 5 روز و نصفی بود. یعنی واقعا شما تصور بکنید که با اون سرعت باید مریض می اومد و ما سعی می کردیم که حالش رو بهتر کنیم و سریع مرخصش کنیم از بیمارستان. البته خب طبیعتا مواردی پیش می اومد که این امکان برای ما نبود و مجبور بودیم که بفرستیمش به بخشایی که مریض های مزمنتر رو به مدت طولانی تر نگه می داشتن. پس در مورد عباسشان اضافه کنم، مرسی که حرفای ما رو تکمیل کردی. تو به دو دلیل این اتفاق افتاده، اتفاق مثبت و بسیار خوبیه که تعداد بستری های این بیماران رو تونسته روان پزشکی کاهش بده، برای اینکه واقعا شرایط بیمارستان علی رغم اینکه بیمارستان های امروزی بیمارستان های خوبی هن، تفاوت دارن با اون اصطلاح دیوان خانه های اولیه و بعد تیمارستان های ثانویه، امروز واقعا بیمارستان هن. ولی نه برای جامعه خوبه، هزینه بالایی داره، نه برای خود بیمار خوشایند، بیمارا هیچ کدوم خوششون نمیاد دائما بخوان که مرخص بشن. این به دو دلیل اتفاق افتاده، یکی به دلیل داروهای جدید و خوبی که اصولا دارو درمانی وقتی اومده این کاهش پیدا کرده، برای اینکه دارو رو میشه بیرون از بیمارستان هم تجویز کرد، و دوم هم واقعا نگرش انسانی تری که نسبت به بیماران روانپزشکی به خصوص بیماران اسکیزوفرنیا جوامع، سیاستمداران و گروه های اکتیویست باعث شدن که پیدا بشه تو ذهن مردم که اینا رو هم مثل بقیه بیمارا بدونن، از اینا نترسن و اینا رو بپذیرن. ممکنه که تو کشورهای پیشرفته مثل کانادا شما خونه‌ای که زندگی می‌کنی، واحدی که زندگی می‌کنی، واحد بغلیت هم یک بیمار اسکیزوفرنیا زندگی می‌کنه و این پذیرفته شده است کاملا و
این باعث شده که این اتفاقات خوب بیفته. امیدواریم در آینده واقعا نیاز به سری شدن از این هم کمتر بشه. آره اوزنیان، یه چیزی که شاید جنبه منفی این پروسه باشه اینه که گاهگاه بیمارها زودتر از وقت، وقتی که هنوز به بهبود لازم، من نمیگم بهبود کامل، میگم بهبود لازم، وقتی که هنوز به بهبود لازم نرسیدن از بیمارستان مرخص میشن. یه مقدارش هم به خاطر کمبود تخت هست و کمبود امکانات هست و بعد این فشار به خانواده میفته. هنوز بیمار واقعا حالت حاد و هنوز داره، هنوز ممکنه که حس خودکشی داشته باشه، هنوز ممکنه توش یه مقدار خشونت وجود داشته باشه و واقعا فشار گاهگاه خیلی زیادی به خانواده ها میاد. حفظ اون بالانس واقعا خیلی سخته که در ضمن اینکه مطمئن باشیم که حداقل زمان رو فرد تو بیمارستان بستری میشه، همونطور که گفتید به هر حال کیفیت زندگی فرد تحت تاثیر قرار میگیره اگر بخواد مدت طولانی تو بیمارستان باشه، ولی بتونیم که این رو، این بالانسش رو حفظ بکنیم که از لحاظ درمانی هم به نتیجه دیگه برسیم. خانم دکتر، شما هم فکر کنم تو یکی از این بیمارستان‌هایی بودید کار میکردید وقتی که تو ترانتو بودید که فقط بیماران روحی روانی رو در واقع بستری میکردن و درمان میکردن، درسته؟ شما بود بی کار میکردن؟ بله، من کمیش بودم. قبل از اون هم توی ویسپی که کار میکردم با آنتریو شورز بودم که اونجا هم صرفا فقط برای بیماران اعصاب روان بود. یعنی دوباره در تایید حرف حسین جان که تعداد این جاها خیلی کم شده، چند تایی هنوز توی مثلا استان آنتاریو موندن ولی تعدادشون خیلی کم شده. حتی کمش بخش قسمت کوین استریتش که به هر حال یک بیمارستانی بود که فقط مختص به بیماری‌های روحی روانی داشت، یه موقع 1500 تا تخت داشت، تو دهه 80 1500 تا تخت داشت، الان فکر کنم حد اکثر 400، حد اکثر 500 تا تخت بیشتر نداشته باشه. من موقعی که من بودم 510 تا داشت، ولی من 20 سال پیش اونجا کار میکردم. الان نمیدونم چقدر این تعداد کم شده باشه. و تایید حرف حسین که واقعا بیشتر حرکت به طرف این بوده که بیمارا رو توی کامیونیتی، توی اجتماع، در کنار خانواده هاشون درمان بکنن و کمتر اونها رو توی بیمارستان نگه دارن. و یه مسئله دیگه ای که حسین جان در تایید و در تکمیل حرفای شما بگم اینه که وقتی یه فردی مدت طولانی توی بیمارستان باشون، اعتمادش رو به توانایی خودش از دست میده. یا برگردیم به اون آمار دهه 1980، وقتی یک فردی 124 روز از یک سال رو تو بیمارستان باشه، واقعا وقتی که از بیمارستان میاد بیرون حتی ممکنه خرید کردن هم براش دشوار باشه، حتی ممکنه اینکه سوار اتوبوس بشه از یه نقطه شهر به یه نقطه دیگه‌ای بخواد بره براش دشوار باشه. واقعا اون توانایی‌هاش گرفته میشه. این یه طرف قضیه است، ولی طرف دیگه قضیه هم که شما گفتید اینه که، و من دوباره تاییدش میکنم، اینه که واقعا خب بستری شدن میتونه ضروری باشه، به خصوص تو اولین باری که بیماری خودش رو نشون میده، چون که خیلی کارها رو اگر بخوایم به شکل سرپایی انجام بدیم یا خیلی دشوار خواهد بود، یا اینکه زمان خیلی طولانی میگیره که این کارها رو انجام بدیم. وقتی فرد بستری بشه توی پروسه به هر حال چند هفته‌ای میشه همه تستا رو انجام داد و در ضمن زیر نظرش داشت که ببینیم آیا با درمانی که صورت میگیره تغییر صورت میگیره، تغییر پیش میاد یا نمیاد. من تو بیمارای خودم فقط یک مورد الان یادم میاد که یک جوان 17 ساله‌ای پیش من اومد که واقعا ما لازم نشد که بستریش بکنیم و اونم به خاطری که خب به هر حال هم خودش و هم خانواده واقعا همکاری کامل رو کردن با من و تستا و برنامه‌هایی که باید انجام میشد تونستیم همه رو به شکل سرپایی انجام بدیم. ولی تو اکثر مواقع دیگه واقعا فرد اول بستری میشد و بعد در نهایت به کلینیک من میومدن برای ادامه درمان. یه وقت کمی داریم، یک دقیقه اگر چیز خاصی هست میخواید به این قسمت اضافه کنید، من سوال بعدی رو بعد از استراحت میپرسم. خانم دکتر روزین جان، اگر
چیزی میخواید به این صحبت رو اضافه کنید بفرمایید. خانم دکتر چیزی هست که تو ذهن شما میاد؟ خیلی کامل گفتین شما. من آقای دکتر من بله تو قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد. حالا یه برنامه‌ای که اینجا هست یعنی همه اینا باعث میشه که این پیشرفت خوبی و به شکل انسانی توی درمان بیماری اسکیزوفرنی اتفاق میفته. یعنی یک ارگانیزیشن هایی رو توی جامعه ایجاد میکنن که جایگزین بیمارستان در واقع فقط خانواده ها نیستن. این ارگانیزیشن ها از دولت فان میگیرن و کارشون اینه که بیمارا رو کمک کنن و ابیلیتی بیماران رو، توانمندی بیماران رو افزایش بدن که اینا هم بتونن مستقل زندگی کنن، هم نیازشون به بازگشت به بیمارستان کم بشه. خیلی ممنون حسین جان. و من مطمئنن برخواهم گشت و در مورد امکاناتی که باید توی اجتماع توی کامیونیتی وجود داشته باشه برای این بیماران سوال خواهم کرد از شما عزیزان. اجازه بدید که یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد برگردیم و این بحث خیلی مهم رو با همدیگه ادامه بدیم. با ما باشید. شما بیننده آینه هستید. با سلام مجدد و درود خدمت عزیزانی که هنوز با ما هستن، خوشحالم که هنوز با ما هستید. در مورد بیماری اسکیزوفرنیا صحبت میکنیم و در مورد درمان بیماری اسکیزوفرنیا و برخوردها و کارهایی که ضروریه صورت بگیره وقتی که برای اولین بار این بیماری در فرد خودش نشون میده. خانم دکتر، در مورد نقش بیمارستان صحبت شد، در مورد بستری شدن بیمارستان صحبت شد و حسین مطرح کرد که چه تاثیرات مثبتی این بستری شدن میتونه داشته باشه. اگر بیمار نخواد همکاری بکنه با خانواده‌اش و با تیم پزشکی و توی بیمارستان بستری بشه، آیا امکان داره که علی‌رغم میلش ما بستریش بکنیم توی بیمارستان، یا واقعا دستمون بسته است و کاری نمیتونیم بکنیم؟ بله، این خیلی هم مسئله بحث برانگیزی بوده حساب مختلف و مطالعات مختلفی هم که انجام دادن دیدن که اولین اپیزود سایکوز، حالا بسته مطالعه بین یک چهارم تا یک دوم مراجعه نیاز داشتن که بستری بشن، ولی خب لزوما همه بیماران در اون فاز سایکوزی که دارن شاید بینش کافی و قضاوت درست نسبت به شرایط خودشون و نیازشون به بستری شدن و دریافت درمان رو نداشته باشن. برای همین ما نیاز داشته باشیم که اونا رو علی‌رغم میلشون بستری بکنیم، که خب خیلی هم کار ساده ای نیست. یکی از بزرگترین چالنجایی هست که نه تنها پزشک، روانپزشک، خیلی وقتا پزشکا باهاش دست و پنجه نرم میکنن. برای همین گایدلاینی که وجود داره معمولا برای فیزیشن ها طراحی شده، نه لزوما روان پزشکا. شرایطی که تعیین شده برای بستری اجباری برای اختلالات منتال هلت که بهش میگن منتال هلت اکت، لزوما برای روان پزشکی نیست. برای هر اختلال روان پزشکی که وجود داره اینه که فرد یک بیماری یا یک اختلال روان پزشکی داشته باشه که لزوما نیاز داشته باشه که در یک مرکزی بستری بشه برای اینکه برای اون در تشخیص یا درمان دریافت بکنه. اگر بستری نشه لزوما شرایطش رو به بدتر شدن بره و برای خودش یا اطرافیانش خطر آفرین باشه، یعنی اونا رو به خطر بیاندازه و هم و اون فرد نخواد که به صورت والنترلی بستری بشه. در این شرایط ما میتونیم اون فرد رو به صورت غیر والنتری بستری بکنیم. و البته خب برای تو استانهای مختلف فرق میکنه زمانش بین 24 تا 72 ساعت، معمولا میگن 48 ساعت. معمولا با دستور یک پزشک، یعنی فیزیشن، پزشک خانواده، که البته مثلا برای میگن که به معمولا تو بی سی قانون اینجوری که مثلا رزیدنت نمیتونه باشه، یعنی با ادویکیشنال لایسنس نمیتونه باشه. یه فیزیشن با دستور فیزیشن فرد بستری میشه معمولا توی یه ستینگ اورژانسی و دوباره اسسمنت انجام میشه. و بعد از اسسمنت ثانویه وقت تشخیص
داده میشه که آیا نیاز به بستری بیشتر هست یا نه. خیلی ممنون خانم دکتر. میدونم حسین تاریخ رو خیلی دوست داره و خب منم دوست دارم و بعد نیست که یه اشاره تاریخی هم به این مسئله بکنیم. یه موقعی بستری کردن این بیماران خیلی کار ساده ای بود و به هر حال طبیعتاً وقتی یه امری کار ساده باشه مورد سوء استفاده قرار میگیره. دوره دهه 70 و 80 به خصوص توی آمریکا تصمیم گرفتن که این مسئله رو خیلی سخت‌ترش بکنن و واقعا هم خیلی سختش کردن. یعنی فقط در دو صورت میشد کسانی رو که بیماری روحی روانی دارن و من روی نکته که شما تکیه کردید دوباره تاکید مجدد میکنم که این فقط در مورد بیمارهای اسکیزوفرنیا نیست، در مورد هر کسیه که بیماری روحی روانی داشته باشه. اگر یکی از این، یعنی به اونجا رسیدی محدود کردن اختیار پزشکان که فقط کسانی رو که ممکن بود دست به خودکشی بزنن یا به کسی دیگه ای آزار برسونن فقط اینها رو بستری میکردن، ولی بعد به تجربه دیدن که یک سری افراد که ممکنه اصلا آدم های خشنی نباشن یا اصلا میل به خودکشی هم نداشته باشن نیاز به بستری شدن دارن، کسانی که ممکنه نتونن از خودشون نگهداری بکنن به خاطر شدت بیماری و شدت این عوارضی که ممکنه تصمیم منطقی گرفتن رو برای اونها غیر ممکن بکنه. و در نتیجه اینو دوباره تو دهه 90 یه مقداری عوض کردن و یه مقداری دست پزشکا رو بازتر کردن. حسین جان اگر چیزی میخوای اضافه بکنی دوباره از زاویه تاریخی بفرمایید و بعد من میخوام سوال بعدی رو از خودتون بکنم. ممنون عباس جان. صدای من میاد؟ بله بله. ممنون عباس جان. من بله عرضم به حضور که من فقط یک پیوندی بزنم چون ما اینجا کار میکنیم و تجربیاتی هم از ایران داریم که قوانینش خب متفاوته و متاسفانه خیلی آپدیت نشده، به روز نشده. من فقط اشاره بکنم زمانی که اونجا من کار میکردم که زمان خیلی دوری هم حدود 10 سال پیش به همین سادگی بود، یعنی روانپزشک به راحتی میتونست که بیمار رو بنویسه و ببرم به صورت اینوالنتری اونو بستریش بکنن. و حتی بدتر از این، خب روانپزشک قطعا نیت خیر داره و میخواد به بیمار کمک کنه. در مورد اسکیزوفرنیا نبود و در مورد بیماری اعتیاد بود که خانواده ها زنگ میزنه. یه آدم هایی بودن، افرادی بودن که اینا به صورت غیرقانونی گروه درست کرده بودن، شرکتی در واقع بیزینسشون، و تبلیغ میکردن که ما میتونیم بچه های شما رو ببریم و درمانشون کنیم، و اینا زنگ میزدن به اینا و میومدن یه دفعه میرفتن تو خونه و بچه یا شوهر رو، هر کسی رو، یا دختر رو میگرفتن و میبردن، و همون در واقع تهاجم به حقوق اولیه انسانه به هر شکلی. هیچ کدوم از اینایی که من میگم تو ایران هست واقعا خطرناک در موقعیت خطرناکی نبودن، ولی این اتفاقات میفته. من فکر کنم هنوز هم این اتفاقات داره میفته و به دلیل نبود قانون در واقع به روز شده است، یعنی قوانین حقوقی در واقع پیشرفت کرده تو کشورهای مثل کانادا و بر اساس قوانین حقوقی این حق بیمار در واقع حفظ میشه. از یک طرف هم خب برای خانواده ها دردسر ایجاد میشه چون گاهی وقتا بیمارا مقاومت میکنن برای رفتن به پزشک به دلیل نداشتن همون بینش که اونو صحبت خواهیم کرد تو قسمت بعدی. اگه سوال خیلی ممنون حسین جان. تو هم نکته خیلی مهمی رو مطرح کردی و یه نکته یه که من بارها باش دست به گریبان بودم اینجا با خانواده ها. الان من تعداد زیادی بیمار دارم که تشخیص اسکیزوفرنیا دارن و سالیان سال با این بیماری دست به گریبان بودن. گاهگاه خانواده ها میان و میگن دکتر بچه ما رو، حالا وقتی میگن بچه، بعضی وقتا این بچه ممکنه 40 سالش باشه، دیگه واقعا بچه هم نیست، ولی چون که حالا 20 سال پیش این تشخیص این بیماری داده شده و توی بچگی اون فرد بوده هنوز اون اصطلاح بچه روش هست.
این بچه ما رو بستری کنیم. میگم خب برای چی؟ میگه برای اینکه خوب غذا نمیخوره مثلا، یا حالا مریض جلو من نشسته اگر هم مشکلی باشه مشکل اضافه وزنه، یا اینکه یکی از مریضای من یه خانومی میگفت من دیگه خسته شدم آقای دکتر، این نصف شب بلند میشه میخواد غذا بخوره و سر و صدا میکنه و نمیذاره من بخوابم، احتیاج به استراحت دارم. خب اینها واقعا هیچ کدومش دلیل بستری کردن نیست. حتی یه مورد خیلی حادتری پیش اومد که خب مریضی بود که تصمیم گرفت چون تنش توی خانواده بود از پیش خانواده بره و یه مدتی دور از خانواده باشه و طبیعتا خب هزینه زیادی براش برداشته بود این مسئله که از خانواده دور شده بود و تنها زندگی میکرد و خانواده اصرار داشت که من این بچه رو خب بفرستم بیمارستان. حسین جان دقیقا حق با شماست که به هر حال این قوانین توی پروسه زمانی طولانی شکل گرفته و نکته خیلی مهمیه که حق و حقوق بیمار واقعا بهش باید توجه بشه. ما نمیتونیم و نباید واقعا این حق رو داشته باشیم که مگر توی مواقع ضروری بخوایم یه فردی رو علارغم میلش بستری کنیم و علارغم میلش بهش درمان بدیم. بعضی وقتا این خانواده ها به من میگن که مثلا اگر تو ایران بود ما خیلی راحت میتونستیم اینو ببریم و بستری بکنیم. من حالا هیچ موقع تو ایران کار درمانی نکردم و واقعا نمیدونم که قوانین تو ایران چطوره، ولی اینجا واقعا باید خانواده ها اینو بدونن که راحت نیست، مریض حق و حقوق خودشو داره و حتی اگر منم توی موقعیتی قرار بگیرم که هیچ موقع قرار نمیگیرم البته، ولی اگر قرار بگیرم و سهواً کسی رو که نباید واقعا به زور بستری بشه بفرستمش به زور به بیمارستان، مثلا پلیس صدا کنم و بفرستمش بیمارستان، توی بیمارستان اون فرد رو نگه نمیدارن، اونجا بررسی مورد بررسی قرار میدن و اگر واقعا همه قوانین در موردش شامل نباشه بعد از حالا چند ساعت یا حد اکثر یک روز فرد رو مرخص میکنن. نمیدونم شما عزیزان میخواید چیزی اضافه کنید قبل از اینکه من سوال اساسا بپرسم؟ من یه نکته فقط اضافه بکنم در تایید صحبت های آقای دکتر، اونم که همین مراجعین که آقای دکتر رو ذکر میکنن برای اون کمپ هایی که برای تحقیق اعتیاد میبردن، من خاطرم هست که خیلی از PTSD داشتم به خاطر همون نحوهی که و دقیقا چیزی که صحنه که اکثرا یادشون بود اون موارد لحظاتی بود که میومدن و به زور میبردن نارو یا هجوم میبردن با حالا با ضرب و شتم بعضی وقتا و فکر میکنم خیلی تروماتایز میشدن این افراد و خیلی خوشحالم که حالا شاید قوانین بهتر شده میبارم و اینجا شاید دیگه این اتفاقات نمیفته. خیلی ممنون خواهم دکتر، نکته خیلی مهمی رو مطرح کرده. غیر از اینکه خود مریض دچار در واقع یک ترامایی برایش، یک ضربه بزرگ روحی روانی، ممکنه رابطه فرد رو با خانواده برای همیشه اصلا متلاشی کنه، از بین ببره. من دیدم مریض هایی که هیچ موقع حاضر نشدن دیگه با خانواده هاشون ارتباط داشته باشن و صحبت بکنن وقتی که توی موقعیتی قرار گرفتن که به زور بستری شدن. حسین جان، خانم دکتر در مورد بی سی بریتیش کولومبیا صحبت کرد و اینکه اونجا چطوری افراد بستری میشه. توی آنتریو ما فرم 1 و 2 و 3 رو استفاده میکنیم برای بستری کردن اجباری بیمار. من میدونم شما کار روانپزشکی تو توی ایران کردی و اینجا کار سایکوتراپی میکنی، کار رواندرمانی میکنی و شاید خب درگیر نبودی مستقیما با این فرم ها، ولی مطمئنن اطلاعات کافی داری در موردشون. در مورد این فرم ها صحبت کن و اینکه چه کار باید بکنه، خانواده چه کار میتونه بکنه، پزشک چه وظیفه‌ای داره وقتی که باید این فرما رو در نظر بگیرن و تکمیل کنن. علی مرسی عباس جان، درست میفرمایید. این فرما رو من خودم مستقیما با سرکار ندارم، ولی خب به دلیل اینکه روان درمانی میکنم مریضایی رو که به صورت سرپایی یا توی خونه هستن، اسکیزوفرنی دارن، خیلی با من تماس میگیرن راجع به این مسائلی که الان راجع بهش صحبت کردیم و خیلی
من البته رفتم خوندم و اطلاعات راجع به اینا دارم برای اینکه خیلی بر بیمارا کمک کننده است. و یک چیزی که من میخوام اینجا خدمتتون بگم، یه مقداری واقعا پیچیدگی داره، به این دلیل خانواده های بیمارا خیلی وقتا میمونن توش چیکار بکنن، ولی اگر قوانین رو بدونن خیلی بهتر عمل میکنن، که این سوال شما میتونه یه مقداری مثلا روشن کنه. فرم یک در واقع فرمی است که پزشک پر میکنه، که فامیلی دکتر میتونه باشه یا سایکیاتریست میتونه باشه، فقط برای اینه که در واقع وقتی که بیمار حتی خودش نمیخواد بره بیمارستان، اینو پر میکنه که به مدت 72 ساعت بتونه بستری کنه، فقط برای اسسمنت این فرم. و دو تا شرط اصلی هم وجود داره که اگر این باشه میتونه پر بکنه. یکی این که فرد در موقعیتی باشه که بخواد به خودش آسیب برسونه یا به کسی آسیب برسونه و شرایط خطرناکی قرار داره. دوم این که این بیمار سابقه بیماری داره، یا اینکه این حالاتی که داره مربوط به بیماریشه. یعنی ممکنه آدمای دیگه ای هم وجود داشته باشن، همچین موقعیتی باشن که بیماری ندارن، پزشک نمیتونه اونا رو بستری کنه، بلکه باید مقامات قضایی در واقع اونجا مداخله بکنن. این فرم یکه که مدت زمانش هم حداکثر 72 ساعته، یعنی بیشتر از این نمیشه، پزشک نمیتونه بنویسه برای اسسمنت. حالا بعد از اسسمنت معمولا هم این اتفاق زمانی میفته که بیمار میره توی بیمارستان تو اورژانس و نمیخواد بستری بشه، پزشک میبینه میتونه اونجا بستری کنه برای اسسمنت. فرم دو در واقع فرم ببخشید من صحبت رو قطع بکنم، چون که چند تا مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردی، و قبل از اینکه بریم در مورد فرم دو و سه صحبت کنیم، به نظر من ارزش داره که روی بعضی از نکات یه مقدار تکیه بیشتری بکنیم. این مسئله ای که مطرح کردی که واقعا علت رفتار بیمار که باعث ممکنه تنش شده باشه باید بیماریش باشه، خیلی مسئله مهمیه. چون که شده که مثلا خانواده و بیمار سر پول با هم بحثشونه، روی حالا یه هزینه‌ای شده، یه خرجی شده و اینا بحثشون میشه و جدل میشه، و اینها انتظار دارن که چون که این بحث شده و این فرد بیماری داره ما این فرد رو بستری بکنیم. واقعا این خب دلیل منطقی و درستی نیست برای بررسی کردن. نکته خیلی مهمی رو مطرح کردی که اولا باید بیماری، پس یک تشخیص بیماری روحی روانی وجود داشته باشه، و حالا ما در مورد اسکیزوفرنیا صحبت میکنیم، باید بیماری اسکیزوفرنیا وجود داشته باشه. البته این فرما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در مورد افسردگی و بیماری دو قطبی و اینها هم میتونه به کار برده بشه. دوم این که رفتار فرد تحت تاثیر مستقیم بیماری بشه، و بعد اون شرایطی که شما گفتید صادق باشه. یکی این که حتما فرد یا میل خودکشی داشته باشه و خطر این که دست به خودکشی بزنه وجود داشته باشه. حتی اینجا من یه تبصره اضافه کنم که یه کسی که شاید 6 ماه گذشته هر بار من باش صحبت کردم گفته من فکر خودکشی دارم، این شامل این فرم نمیشه، چون که یک حالت مزمن و دائمیه. ما که نمیتونیم یک فرد رو به شکل دائمی توی بیمارستان بستری بکنیم، چون که همیشه فکر خودکشی داره. فرم یک میگه imminent risk of harm to self، یعنی این خطر آسیب زدن به خود، این خطر خودکشی باید یه فاصله زمانی خیلی کوتاهی داشته باشه. یعنی من فکر کنم که اگر مریض از مطب من میره بیرون، فرداش پس فرداش 2-3 روز دیگه ممکنه دست به یه کاری بزنه که به خودش آسیب برسونه. همینطور اگر مسئله دومی که شما مطرح کردید این که به کسی دیگه آسیب بزنه، دوباره این مسئله باید صادق باشه. یعنی این که فردا پس فردا چند روز آینده، اگر این که فکر کنیم حالا 6 ماه دیگه ممکنه برای یه کاری بکنه، اون توی چارچوب این مسئله قرار نمیگیره. یه چیز دیگه هم شما نگفتید اینه که یه حالت سوم هم هست که ما میتونیم فرم استفاده کنیم، و اون اینه که فرد به دلیل بیماریش، به دلیل حاد شدن بیماریش، ناتوان باشه از اینکه از خودش نگهداری بکنه. من یکی از مریضای خودم یادم میاد که نه خشونت داشت و نه حالت خودکشی داشت، ولی بدون توجه به ترافیک وارد خیابون میشد، راه میرفت، اصلا
درک درستی از اینکه ترافیک ممکنه براش خطرناک باشه نداشت و در نتیجه طبق این شرایط من فکر کردم ایشون کسیه که باید بستری بشه و فرم یکی رو براش پر کردم که بره بیمارستان. ببخشید من صحبت رو قطع کردم و به شکل طولانی هم قطع کردم. کاملا به جا بود تذکرتون، بخصوص در مورد شرایط فیزیکی بیمار که ممکنه آسیب ببینه. هدف از این فرم واقعا اینه که به بیمار کمک کنن که آسیب نبینه یا افرادی که با بیمار زندگی میکنن، به هر حال حفظ امنیت توی اون شرایط که از جمله من فکر کنم غذا نخوردن یعنی عدم مراقبت از خودش. بیمارانی هستن که یک خانواده من مراجعه کردن گفتن ما پسرمون در یک خونه جدایی زندگی میکنه و سابقه بیماری اسکیزوفرنیا داره و هر وقت میریم دم در درواز نمیکنه و همچنین غذا مادر براش میبرد، چند بار غذا بردم گذاشتم غذا رو بر نداشته بخوره و به نظر میاد که تلفنش هم جواب نمیده. به هر حال شرایط این گونه هم میتونه شاملش باشه. من فرم 3 رو اول بگم که فرم 3 در واقع این والنتیری اد هاسپیتالیزیشن بیماره، یعنی اینم باز بیمار حاضر نیست بستری بشه ولی پزشک اینو بستری میکنه که روانپزشک معمولا بستری میکنه برای درمان بیمار وقتی که علائم خیلی علائم حادیه و بیماری اسکیزوفرنیایی که اوت کرده علائم شدیده بعد از دوره‌های درمان و الان تو شرایط قرار داره که نیاز داره بستری بشه، هم داروهاش آپگرید بشه و هم ممکنه داروهایی رو ما می‌خوایم بهش بدیم که نیاز به بستری شدن داره و این فرم رو پزشک در واقع پر می‌کنه علی‌رغم اینکه بیمار ممکنه خودش نخواد بستری بشه. این به دلیل اینکه درمان هم شاملشه، در واقع 13 روز قانون اجازه میده که بتونی بیمار رو بستری بکنی و بیشتر از این نمیتونی بستری کنی، یعنی تو اون مدت باید اهدافی رو که برای درمان یا برای تشخیص وجود داره برآورده بشه. قبل از فرم 2 اگر چیزی عباس جان یا امیتیس جان بخوای اضافه کنی. خانم دکتر شما میخوای چیزی اضافه کنی؟ من دوست دارم خیلی کامل استفاده میکنم. من یه چیزی رو اضافه کنم که فرم 1 تکمیل میشه توی استان آنتاریو، بیمار امکان در واقع اپیل کردن، لغت فارسی رو هستند شما بگو، امکان این که اعتراض یا درخواست تجدید نظر، آره امکان، خیلی ممنون، امکان واقعا اعتراض نداره بهش و نمیتونه درخواست تجدید نظر بکنه و طبق فرم 1 پزشک تا 72 ساعت میتونه فرد رو تو بیمارستان نگه داره برای بررسی و ارزیابی وضعیتش. البته پزشک بیمارستان در هر لحظه میتونه فرد رو مرخص بکنه ولی اگر لازم دید میتونه تو تا 72 روز فرد رو نگه داره. ولی فرم 72 ساعت، ببخشید، فرم 3 این امکان رو به مریض میده که اعتراض بکنه طبق قوانین آنتاریو و فکر میکنم این قوانین در تمام کانادا صادق باشه. فرد میتونه تقاضای در واقع اعتراض بکنه، تقاضای تجدید نظر بکنه و یک جلسه برگزار میشه که هیچ هزینه‌ای برای بیمار نداره، بهش وکیل داده میشه و فرد میتونه که این فرم رو در واقع اعتراضش رو به هر حال به گوش اون پنلی که تصمیم گیری میکنن برسونه و اگر پنل با مریض موافق باشه که خب مریض رو میگه میتونید از بیمارستان برید، مرخصش میتونه بکنه و اگر با پزشک موافق باشه طبیعتاً پزشک میتونه برای مدت 2 هفته‌ای که شما فرمودید مریض رو نگه داره. بفرمایید اینجا هم در مورد فرم دو خیلی مهمه، یعنی از بابت خانواده ها که من تجربه دارم خیلی گرفتارم، بخصوص قوانین ایران رو همونجوری که شما گفتید خیلی راحت تر اینجا میمونن، بچه هاشون مقاومت میکنن برای اینکه دارو مصرف نمی کنن، علائمشون حاده و شرایط خیلی سخته، خانواده ها نگران این هستن که این بیمار حالش بد نشه. فرم 2 در واقع برای این است که ما بتونیم از دادگاه یا پلیس کمک بگیریم که بیمار رو بتونیم انتقال بدیم به مرکز درمان و این فرم در واقع
فرمیه که به پلیس این اجازه رو میده و بعد که میره به مرکز درمانی، خب با اونجا چون پزشک حضور داره و روانپزشک حضور داره، اون وقت میتونن از فرم یک یا فرم سه استفاده کنن برای اینکه بیمار رو بتونن. این خیلی مهمه برای اینکه خانواده ها میگن که ببین بچه ما مشکل داره، حالش بده، هم بدتر میشه، داروش هم نمیخوره، بعض وقتا مواد هم مصرف میکنن، حالشون رو بدتر میکنه و ما نمیتونیم ببریم دکتر چیکارش کنیم. و به این شکلی که مراکزی وجود داره که مربوط به کورت بهش میگن Justice of Peace، که اونجا یه قاضی حضور داره، خانواده ها باید برن اونجا مراجعه کنن. شعبه های زیادی هم داره، یعنی اگر سرچ بکنن خانواده ها میتونن Justice of Peace رو پیدا کنن، به نزدیکترینش به محلشون، و اونجا برن و بگن که مثلا پسر ما، شوهر ما و هر کسی که دختر ما اینجا هست با ما زندگی میکنه، مشخصاتشو بدن، بگن اینجوریه و علائمش اونجا بدن، فرمی بهشون میدن، اون فرم رو اینا پر میکنن، یک دادخواست یا مشخصات رو به قاضی میدن و قاضی هم این فرم دو رو در واقع به اینا میده و اینا وقتی این فرم دو تو دستشونه میتونن به پلیس زنگ بزنن. و پلیس اینجا خیلی جالبه، اشاره امیتیس کردن به اینکه واقعا افرادی که توی ایران ما میدیدیم که چجوری تروماتایز میشن، پلیس به هیچ عنوان از خشونت یا زور استفاده نمیکنه، فقط حضور اونجا داره، با اون نامه ای تو دستش میگه که دادگاه و قانون به من گفته من تو رو ببرم بیمارستان، و بیمار هر چقدر بگه من چیزی نیست، معمولا هم به خاطر اتوریتی پلیس اینجا مقاومت نمیکنه و پلیس اینا رو به اولین مرکز که معمولا بیمارستان هست و اورژانس هست هدایت میکنه و بعد از اون دیگه پروسه های دیگه ای داره و خانواده ها واقعا از این کانال تنها کانالی است که میتونن استفاده کنن، هم برای رفع نگرانی خودشون و هم برای اینی که به بیمارشون بتونن کمک کنن که در مسیر صحیح درمانی قرار بگیره. خیلی ممنون نوسین جان، مطلب زیاد، متاسفانه وقت زیادی نداریم، هنوز چند تا نکته در مورد این فرم ها هست که من دوست دارم مطرح کنم ولی خب امکانش نیست. حالا اگر ما فیدبکی هم گرفتیم، بعضی وقتا خانواده ها با من تماس میگیرن بعد از برنامه، اگر سوال های دیگه پیش اومد در مورد این فرم ها میتونیم در یک برنامه دیگه در موردش صحبت بکنیم، ولی برای امروز صحبت رو در اینجا به آخر میرسونیم. ممنون از شما عزیزان که واقعا لطف میکنید و به شکل داوطلبانه این وقت در اختیار ما میذاری. خانم دکتر بخوز از شما تشکر میکنم و ممنون از شما عزیزان که در خونه به برنامه ما توجه میکنید، ما رو تشویق میکنید و واقعا به ما انرژی میدید که این برنامه ها رو فراهم بکنیم. تا هفته دیگه شاد و پیروز باشید. بهداشت روان